جرگه مشورتی برای تصمیم گیری درباره توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا با تدابیر شدید امنیتی امروز آغاز به کار کرد. نیروهای امنیتی در تمامی جاده‌های شهر حتی در دوردست‌های محل برگزاری جرگه تدابیر شدید را روی دست گرفتند. سخنگوی وزارت امور داخله در یک نشست خبری میگوید که هرچند دشمنان افغانستان تلاش‌های زیادی برای برهم زدن جرگه داشتند، اما نیروهای امنیتی با کمک کمیسیونی که ایجاد شده تدابیر شدید را روی دست گرفتند و مانع این تلاش‌ها شدند. امروز به فضل خداوند جرگه در یک فضای بسیار امن آغاز شد و نیروهای امنیتی افغانستان تلاش کردند که هر نوع حمله احتمالی یا اخلال از طرف دشمنان را خونسا بکنه. نیروهای امنیتی شما موفق هستند انشاءالله که با کمک و یاری و حوصله‌مندی شهروندان کابل هنوز هم نیاز است. دانستن متن توافقنامه امنیتی برای هر افغان لازمی پنداشته می شود. با توجه به تدابیر شدید امنیتی شمار زیاد از باشندگان کابل در خانه ها، دکان ها و رستوران ها پای تلویزیون ها نشسته و جریان گشایش لوی جرگه و سخنرانی رئیس جمهور کرزی را تماشا کردند. آنان میگویند که با توجه به اهمیت این سند، نماینده های مردم باید زیرکانه تصمیم بگیرند. آنان به این باور هستند که بستن این توافقنامه به سود افغانستان است. دی 12 سال که تیر شده و دیگه برای ما چیز جور نکنه، نه به نسل افغانستان، نه نسل جوان هیچ جور نکنن. ما امید داریم خدا مهربان است، حالا که اونا تکلیف کشیدن جرگه را پیش میبرن، ما از خداوند تعالی میره میخواهیم که خداوند تعالی یگار میرید افغانستان به ما. جرگه مشورتی، جرگه که فعلا جریان داره، بخصوص آقای کرزی و تمام مردم افغانستان می خواسته میگه پداره شما دارین یا ندارین بیادرا، تمام می خواسته داره که باید پیمان را قبول کنند، پیمانی که به نفع افغانستان باشه، قسمی نباشه که فعلا امریکایی ها، خارجی ها بسیار سرتیری میکنند. اما برخی دیگر از باشندگان کابل درباره بستن توافقنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا چنین دیدگاهی دارند. ما میگم که امریکا مواصلات ما چیز بکنیم، قرارداد امنیتی بکنیم. خب ما از این سوال میکنم که در 12 سال همی امریکا در این خواب چی کرد و مردم ملت چی کرد؟ در همین حال برخی از کارشناسان که متن توافقنامه امنیتی را مطالعه کردند میگویند که بزرگان افغانستان این متن را به بسیار دقت و به سود منافع ملی کشور نوشتند. بستن این توافقنامه یا امضا یا این پیمان به حد اقلش سببی خواهد شد که دست کشورهای همسایه و دست دشمنان افغانستان به صورت نسبی، باز هم به صورت نسبی از کشور ما کوتاه شود و یک پایان بسیار بالا بر ما خواهد بود. تقویت اردوی ملی ما، تقویت زیربنای اقتصادی ما، ساختارهای اجتماعی ما ملزوم در شرایط فعلی ملزوم به بستن این توافقنامه خواهد بود. اگرچه باشندگان کابل درباره امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا دیدگاه‌های گوناگون دارند، اما شماری از کارشناسان میگویند که با توجه به وضعیت سیاسی افغانستان این کشور با داشتن چنین پیمان‌ها ضرورت دارد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.